سلام گرم به شما عزیزای دل. مهراب بزرگی هستم و این قسمت می‌خوایم بریم با هم بیشتر با ویجت متریال آشنا بشیم. فقط از اینکه شروع کنیم ممنون میشم واسه حمایت از من و انگیزه دادن واسه تولید محتوای بیشتر ما رو دنبال کنیم و در شبکه‌های اجتماعی ما رو به اشتراک بذارین. این ویجت دقیقاً چه چیزایی داره؟ یه ذره اینتر بزنیم که فضامون بازتر بشه و قشنگ بتونیم بررسیش کنیم. کنترل اسپیس رو می‌ذارم. یه سری لیست میاره از پراپرتی‌های این. اینجا اگه دقت کرده باشیم ما یه بنری داریم که نوشته دیباگ. این بنر رو می‌خوایم برداریم. چیکار می‌کنیم؟ میایم روی این کلیک می‌کنیم، اینو می‌ذاریم روی فالس. ذخیره‌اش وقتی کنیم، یعنی بیایم دوباره ران کنیم برنامه رو، این از بین میره. این شو از قدم اول. قدم بعدی باز چیا داره؟ یه پراپرتی داره که خیلی باهاش کار می‌کنیم به اسم تم که تلفظ درستش تیم ما میگیم تم که وقتی که روش نگه داریم به ما میگه دقیقاً چه چیزی میخواد. تم دیتا میبینیم اینجا می‌نویسیم تم دیتا، یه کلاسی از ما میخواد به اسم تم دیتا که داخل این کلاس میتونیم بیایم تم برنامه‌مون رو مشخص کنیم. چجوری؟ مثلا من خب رنگ این بک‌گراندی که اینجا داریم رو عوض کنم. میام اینجا میگم که اسکافولد بک‌گراند کالر باشه مثلا روی رد، روی قرمز باشه. میام ران رو میزنم، برنامه‌مون رام میشه و هر اسکافولدی داخل برنامه داشته باشیم الان به رنگ قرمز نمایشش میده. مورد بعدی چیه؟ مثلا میخوام این تکست هم رنگش مثلا فرق کنه، مثلا باشه رنگ آبی. میام اینجا می‌نویسم تکستم و برای اینکه بخوام یه مقداری داخل تکستم قرار بدم میام روی نگه میدارم، میگه که من این کلاسی ازت میخوام به اسم تکستم. پس اینجا می‌نویسم تکستم. این تکستی که ما داریم تکست بدن است، بادی مدیوم. دوباره روش نگه میداریم، میگیم که تکست استایل شما چی باشه. می‌نویسیم تکست استایل، کالر بهش میدیم، میذاریم روی مثلا وایت، روی سفید. رام میکنیم اپو، میبینیم که رنگش عوض شد. حالا اینجا اومدیم رنگ گذاشتیم، بعد مثلا میخوایم این تمی که ما داریم رو صفحه که مثلا ما جلوتر رو یاد میگیریم یه استایل دیگه داشته باشه. میایم داخل ویجت تکستمون، پراپرتی استایل اینجا قرار میدیم. روش که نگه داریم میگه کلاس هستا میخوام به اسم تکست استایل که اینه. اصلا میتونیم همینو کپی کنیم یه سر اینجا پیس کنیم. بعد قدم آخرم رنگش رو مثلا بذاریم روی آبی. رام میکنیم برنامه رو، رنگش میبینی آبی شد. مورد دیگه، میایم این دوتا رو پاک میکنیم، این تم هم کلا پاکش میکنیم، ذخیره میکنیم، رانو بزنم، خب ذخیره شد. مثلا یه پراپرتی داره به اسم لوکل که واسه چند زبانه کردن اپلیکیشن ازش استفاده میکنیم که جلوتر باز باش آشنا میشیم. یه پراپرتی داره به اسم unGenerate Root که واسه منتقل شدن به صفحاتمون ازش استفاده میکنیم و همینطور پراپرتی Root، این هم همین کار دقیقا واسه ما انجام میده. پراپرتی های زیادی داره که توصیه میکنم به صورت پروژه محور وقتی داریم با هم جلو میریم یادش بگیریم. این پس شد از این بخش. یه ذره بیشتر اومدیم با ویجت متریال آشنا شدیم. قسمت بعدی میخوایم بریم با ویجت پرکاربرد اسکافولد آشنا بشیم.